برسیم به کار نگین قلبمی با صدای مجید رضوی، ترانه و ملودی خود مجید رضوی و تنظیم مسعود جهانی. کاور طبق معمول خواننده و تایتله، نه تفکری خرج کاور شده و نه خلاقیتی درش هست که بخواد نمره ای بگیره. شرکت پخش کننده اکسیر نوینه که با نیما مسیحا، امیرعباس گلاب و والایار هم همکاری میکنه. اکسیر نوین برای شنیده شدن این آهنگ حسابی هزینه کرد و آرتیستش رو تا حدودی معرفی کرد. اما با هم مرور کنیم که توی این کار چی داریم. ترانه و ملودی با هم نوشته شدن. در واقع ترانه در اختیار ملودیه، وزن کلمات درسته اما قافیه ها اصلا. خوب، دور، کوه با هم قافیه شدن. تورو، یوهو، جلوم با هم دیگه قافیه شد. ترانه رو میتونم بگم نابوده، یعنی به غیر از بخش نگین قلبمی واسه دلم مرهمی و اونجا که میگه دلم قرصم که پشتمی مثل یکو، هیچ نکته مثبت و جذابی نداره. مثلا اونجا که میگه تو که موهاتو میریزی رو صورتت، میخوام هی بشم فدات آخه من. یعنی ما حتی اگر میخوایم ساختار شکنی هم بکنیم، در صورتی زیباست که به بدنه اصلی زبان ترانمون خدشه وارد نکنه. پی و آخه توی این جمله واقعا زیادیه، یعنی میتونست این جمله خیلی قشنگتر از این ناشک بگیره. به هر حال اشکالات توی چش بود توی ترانه نگین قلبمی، واسه همین میگم ترانه ضعیفیه. ملودی ولی شرایط متفاوتی داره. شخصا آهنگسازیش رو دوست داشتم. ملودی مجید رضوی مینوره ولی حال و هوای جدیدی داره نسبت به تکرارهای زیادی که این روزها میشنویم. یه ریتم چارچاره که تقریبا همه این روزا کاراشون توی همین ریتمه، ولی ملودی رومبا اسپانیشه که من خوشم اومد شخصا و به نظرم نمره خوبی داره. ملودی اونقدری بود که اصلا دوست ندارم بعدها متوجه بشم کاور بوده. البته یه مشکل اساسی هم که با ملودی داشتم تحریرهای خیلی ضعیفی بود که طراحی شده بود واسه این کار و حداقل من رو این تحریرها از حس و حال ملودی دور میکردن. هم طراحی و هم اجرای تحریرها به شدت ضعیف بود. برسیم به تنظیم. اگر یک سال پیش کسی ازم میپرسید مسعود جهانی، قطعا میگفتم آقای تکرار. البته تکرار رو هنوز هم توی کارهای مسعود جهانی میبینیم، با این تفاوت که اوضاع خیلی بهتر شده. یعنی تلاش برای تغییر رو توی کارهای مسعود جهانی میشه لمس کرد. تنظیم نگین قلبمی با یه گیتار شروع میشه، انتخاب خوبیه که شاید بشه یه امضای کمرنگ به حسابش رو برد. تنظیم زیاد خاص و ویژه نیست، فقط یه گیتار و درامزه. البته به این خاطر میگم تکراریه که اگر شما گوشتون به تنظیم حساس باشه، بدون خوندن عوامل کار از روی پاساژها متوجه میشید که کار مسعود جهانی. اما نکته ویژه تنظیمش برای من استفاده از پنفلوت بود، سازی که به فلوت سرخپوستی هم معروفه توی ایران. صدای زیبا و آرامش بخشی داره. توی تنظیم این صدا رو میشنویم که واسم خوشایند بود و همین باعث میشه که بگم مسعود جهانی داره تلاشش رو برای تغییر انجام میده و این ارزشمنده. تنظیم ویژه ای نبود ولی من دوستش داشتم. ملودی رو دوست داشتم به غیر از بخش تحریرها و ترانه هم اصلا برام جذاب نبود. این کار اگر یه ترانه بهتر داشت میتونست پتانسیل خیلی بهتری داشته باشه که این اتفاق براش نیفتاد. اگر بخوام از 1 تا 10 به این کار نمره بدم، فکر میکنم 3 نمره عادلانه‌ای باشه برای نگین قلبم، یا حالا شاید هم 4. نظر شما چیه در مورد این کار؟ حتما واسه همون توی کامنت ها بنویس. نگین قلبمی واسه دلم مرهمی، حالمو تو میکنی خوب. مجید رضوی نگین قلبمی، یک خواننده دیگه فکر کنم محصول جدیدی از آقای مسعود جهانی که البته من اصلا والا به تنظیم این آهنگ خیلی کاری ندارم، یعنی تنظیم یه حداقلی برخوردار بود، یعنی نزدیک به استاندارد بود تنظیم، اصلا مشکلی با یعنی الان مسئله تنظیمه نیست. ولی خب باز ما داریم یه سری ملودی میشنویم تو مایه کارهای ترکی استانبولی که البته نه خوباش، که مثلا درجه 6 و 7 داش میایم اینا رو میکنیم یه سری ملودی ساده، یا مهرم روش مینویسیم لا 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 لا، تحویل مخاطب میدیم. بعد کارا من شنیدم، البته من نشنیدم کارا ولی از زبون خیلی شنیدم که مثلا خیلی
خیلی جاها پخش شده و هیت شده و به گوش رسیده و فلان، که البته اینا همش مرض پوله دیگه، یعنی تزریق پول سنگین تو رسانه‌های پخش، بعد یه سری آدم حرف پراکن فوق‌العاده است فلان، یه سری عددهای تقلبی تو دانلود کاره، تو بازدید کاره، وای کاره چی بود چی بود چه ها بود، میری گوش میکنی میبینی که یک خزعبل همیشگی. من اصلا نمیخوام بگم که چرا این آهنگ رو گوش میکنین، خب باید گوش بکنین، مردمی که به قصد حتی بهترین آهنگار هم براشون تولید کنی گوش نمیکنن، اسمشو میذارن قدیمیه، بیکلاسیه، خیلی کتشلواریه، خیلی شسته رفته است و دوست دارن از این کار شلخته پلخته دوزاری گوش بکنن. خب مجید رضوی نگین قلبمی خیلی توصیه خوبی میتونه باشه برای اینکه اینا برن نمچین کاری رو گوش بکنن به عنوان کار چیپ چرت و پرت. حالا مثلا محصولات قدیمی تره آقای جهانی مثل مسیح و آرش چه گلی به سر این مارکت دادن که مجید خان رضوی میخواد مثلا این گل رو به سرش میزنن. در کل چیز خیلی تکراری بود نگین قلبمی، یه چیز خیلی تکراری بود، یه چیز خیلی معمولی بود، یه چیز خیلی مستعملی بود. یعنی مثلا اگه مقایسش کنیم تو آشپزخونه که مثلا میتونه گاز و یخچال و فریزر خدا میلیون تومانی توش باشه، این در حد مثلا یه دستگیره یه دمکنی بود برای دمکنی، تازه اونم قدیمی که الان افتاده یه گوشه چرک و الکی منتها. خب میای وقتی هم بیای بشینی اینو الکی تبلیغش کنی همه میگن این دستگیره دمکنی چرکه، آدم چیز قشنگیه دیگه. نه اصلا یه زمانی من گروه ماکانبند رو مسخره می‌کردم، مثلا می‌گفتن کارشون کار نیست، ولی خب واقعا صد رحمت به ماکانبند، کار خیلی کار بی محتوا و چیپی بود.